با برگزاری انتخابات مجلس و پس از تلاش ناکام حکومت برای به پای صندوق آوردن مردم و افزایش مشارکت مردم و پایین بودن میزان حضور مردم در انتخابات پرونده انتخابات مجلس دوازدهم هم, هم همچنان باز ماند به علت مشارکت پایین از یک سو و اقدام بسیاری از مشارکت کننده ها برای انداختن رأی باطله در صندوق انتخابات در بسیاری از حوزه های انتخابیه به دور دوم کشیده شد و عملا جمهوری اسلامی را با چالشی جدی مواجه ساخت. در شهر تهران نیز سه نفر از تندروترین نمایندگان نفرات اول تهران شدند محمود نبویان یکی از تندروترین افراد که سال گذشته تظاهر کنندگان را مرتد و کافر و شایسته اعدام خوانده بود با 8 درصد از واجدین شرایط رای دهندگی انتخاب شد وی با حدود 600 رای نیمی از رای نفر اول دوره قبل انتخابات در تهران یعنی قالیباف را به دست آورد. در شهر مشهد که در دوره های مختلف همواره نمایندگان اصولگرا و همچنین وابسته به جریان پایداری به مجلس فرستاده می شدند در دوره اخیر تعداد کاندیداها به حد نصاب نرسیده و با به حد نصاب نرسیدن آرا به علت بالا بودن آرای باطل انتخابات به دوره دوم کشیده شده است. در بسیاری از شهرهای ایران آرای باطله از نظر جایگاه جایگاه دوم را در بین آرا به خود اختصاص دادند و حتی در تهران که شاعبه تقلب هم در آن تقویت شده و این تصور وجود دارد که مقدار آرای بعضی از کاندیداها دستکاری شده است با وجود این تنها چهارده نماینده در دور اول توانستند به مجلس راه یابند و سی نماینده برای رقابت بر سر 16 کرسی باقی مانده مجلس تهران با هم رقابت خواهند کرد. در این میان کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری در پاسخ به موضع آمریکا که انتخابات ایران را غیر شفاف و غیر دموکراتیک خوانده بود گفت آمریکا در جایگاهی نیست درباره انتخابات ایران موضع گیری و مداخله کند آنها بروند مسائل داخلی خودشان را حل کنند به افزود اگر مقامات دولت آمریکا نگاه به دموکراسی ها و آرای ملت ها دارند بهتر است ابتدا فکری به حال کشور خود و سلامت نظام انتخابات در خود آمریکا کنند در هر دوره انتخاباتی شاهد ماجراهای عجیب و غریبی در خود آمریکا هستیم با وجود این رسوایی جمهوری اسلامی همچنان از مشارکت چهل درصدی یاد می کند و با وجودی که رأی معنیدار در این انتخابات کمتر از سی درصد بوده است جمهوری اسلامی و حامیان آن همچنان از مشارکت بالای مردم یاد می کنند و با بیان مشارکت چهل درصدی مردم مردم را همچنان طرفدار نظام معرفی می کند. این در حالی است که همین رأی اعلام شده نیز کمترین میزان در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی است. گزارش ها حاکی از حداقلی بودن مجلس دوازدهم است و در شرایطی که مجلس یازدهم هم, هم رکورددار حداقلی بودن آرا بود مجلس فعلی حتی آن را هم پشت سر گذاشته و با رسیدن مشارکت به پایین ترین حد خود عملا نمایندگانی را راهی مجلس کرده که به هیچ عنوان نمیتوانند توانند حوزه انتخابیه خود را نمایندگی کنند. در شهر تهران رأی اول تهران تنها 8 درصد مردم شهر تهران را نمایندگی می کند و در شهرهای دیگر نیز تعداد آرای آنها حتی به ده هزار نفر نیز نرسیده است. بسیاری از تحلیلگران این افراد را نماینده مردم ایران نمی دانند و با اشاره به اینکه این افراد نمایندگی مردم ایران را ندارند که بتوانند برای 80 میلیون نفر تصمیم بگیرند بر ضرورت توجه به آرای مردم در این خصوص تاکید دارند ضمن اینکه در همین شرایط هم نمایندگانی روی کار آمدند که حتی نماینده اصولگراها و طرفداران نظام هم نیستند و مجلسی تندرو شکل گرفته که بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی هم با آن همدلی ندارند تحلیلگران پیش بینی می کنند که با توجه به ترکیب مجلس و ترکیب نمایندگانی که به مجلس راه یافتند مجلس این بار تندروتر از قبل هم تشکیل خواهد شد و حتی ریاست مجلس هم در اختیار تندروها خواهد بود گرچه از نظر برخی تحلیلگران حضور بیش از چهل نماینده ی میانه رو در مجلس که از لیست های مورد حمایت برخی از احزاب اصلاح طلب به مجلس راه یافتند در همین مجلس هم می تواند اقلیتی قدرتمند تشکیل بدهد که بتوانند در برخی مواضع اثرگذاری نسبی داشته باشند هرچند این مجلس تضادهای درون حکومت و جناهای اصولگرا را افزایش خواهد داد و برخلاف آنچه که فکر می کنند حکومت نه تنها مشکلاتش حل نخواهد شد بلکه تضادهای درون حکومتی بیشتر دامن زده خواهد شد در این میان نتایج انتخابات شد که جدیدی به رهبر وارد کرد که انتظار مشارکت بالا داشت وی تاکنون برخلاف گذشته در مورد نتایج انتخابات سکوت کرده و پیام نداده و سخنی نگفته است کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه گفتند که منابع میدان نفتی دوره در مرز عربستان و کویت تنها متعلق به این دو کشور است این کشورها در بیانیه پایانی نشست خود در ریاض بر این مسئله تاکید کردند بیانیه این نشست هرگونه ادعا مبنی بر داشتن حق در این میدان بجز کویت و عربستان را رد کرده است بیانیه پایان نشست و شورای همکاری اشاره دارد که مالکیت منابع این میدان به صورت مشترک تنها متعلق به کویت و عربستان است. این میدان در سال 1967 کشف شده و همواره مورد اختلاف میان کویت و ایران بوده است. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه درباره بیانیه شورای همکاری خلیج فارس گفت مواضع اصولی خود را مبتنی بر قوانین و مقررات و حقوق بین الملل اعلام کردیم. طرح ادعاهای بی اساس و یک جانبه هیچ حقوقی را برای مدعی ایجاد نخواهد کرد. وی افزود در ارتباط با بهرهبرداری از منابع مشترک در خلیج فارس و میدان آرش ایران بر اساس مذاکرات دو جانبه خود با دولت کویت و سوابق مذاکراتی که در این زمینه وجود دارد همواره بر همکاری سازنده مبتنی بر منافع و مصالح مشترک تاکید کرده است و در گفتگوهای دو جانبه با مقامات کویتی بر تداوم مذاکرات حقوق و فنی تاکید کردیم به افزود نگاه ما به مناسبات با همسایگان نگاه مبتنی بر تلاش برای ایجاد فضای مثبت و سازنده و تأمین منافع مشترک و حل و فصل موضوعات مورد اختلاف از طریق گفتگوهای فنی و دوستانه و خارج از طرح موضوعات در چارچوب رسانه هاست. جمهوری اسلامی با از دست دادن موقعیت بین المللی خود و درگیری های منطقی یا امکان افزایش ادعاهای متعددی را توسط همسایگانش فراهم کرده است. انتخابات فارغ از اینکه نتیجه چه باشد همیشه اولین تاثیر خود را بر بازار ارز و اقتصاد کشور میگذارد با معلوم شدن وضعیت انتخابات مجلس و مشخص شدن این موضوع که بیشتر راهیافتگان مجلس اصولگرایان تندرو و عمدتا پایداری ها هستند بازار ارز هم با واکنش به این وضعیت دلار آمریکا مرز 60 هزار تومان را هم رد کرد و به نظر میرسد که این نوسان بیشتر تمایل دارد که به بالاتر از 60 هزار تومان میل کند. تحلیلگران این اتفاق در بازار ارز را عجیب نمی دانند و تاکید دارند که همیشه با افزایش احتمال حضور تندروها در نهادهای انتخابی میزان ارز هم افزایشی بوده و با توجه به تصمیمات رادیکال این افراد همیشه نگرانی در بازار ارز و اقتصاد چند برابر حوزه های دیگر خود را نشان داده است اقتصاددان ها این نگرانی بازار را کاملا طبیعی می دانند و تاکید دارند که این افزایش نرخ ارز تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل میگیرد که به بیاعتمادی به بازار دامن میزند ضمن اینکه این, این افزایش نرخ ارز با کوچکترین تغییر در حوزه سیاست در حالی صورت میگیرد که دولت و بانک مرکزی در سالهای اخیر بیشترین تلاش را برای کنترل بازار انجام داده است اما با این وجود و با وجود بالا بودن میزان کنترل بر بازار بازار به این فشارهای از بالا واکنشی ندارد و با کوچکترین تغییری در سایر حوزهها اولین تاثیر بر بازار ارز خود نمایی می کند که تاثیر خود را بر سایر بازارها هم بر جای می گذارد. در حالی که مذاکرات آتش برای جنگ غزه در قاهره به بنبست خورده است و حماس حاضر به دادن لیست سربازان اسرائیلی زنده گروگان گرفته نشده و اسرائیل نیز حاضر به حضور در مذاکرات قاهره نشده است درون حکومت اسرائیل اختلاف جدیدی بروز کرده است. سفر امروز دوشنبه بنیگانس رقیب سیاسی میان روی نتانیاهو که پس از حمله هفتم اکتبر حماس به کابینه جنگ نتانیاهو پیوست به آمریکا بدون موافقت نتانیاهو در حالی انجام می شود که استکاک میان ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو بر سر چگونگی کاهش رنج ساکنان غزه و همچنین طرح مدیریت منطقه پس از جنگ افزایش یافته است. در این میان انتقاد شدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از وزیر ارشد کابینه ی جنگ این کشور برای این سفر نشان دهنده تشدید شکاف در رهبری این کشور با گذشت نزدیک به پنج ماه از جنگ با حماس است. گانتس امروز دوشنبه با کامالا هریس معاون رئیس جمهوری و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دیدار کرد و روز سهشنبه نیز با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار خواهد کرد. هدف سفر گانس به آمریکا تقویت روابط تلاوی و واشنگتن دریافت حمایت بیشتر از ایالات متحده در جنگ با حماس و همچنین فشار بر آزادی گروگانهای اسرائیلی اعلام کردند این در حالی است که کامالا هریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده که روز یکشنبه در مقابل پل ادمون پتوس در سلما به مناسبت 59 مین سالگرد یکشنبه خونین آلاباما جایی که نزدیک به شش دهه پیش سربازان دولتی تظاهر کنندگان جنبش حقوق مدنی ایالات متحده را مورد ضرب و شتم قرار دادند سخنرانی می کرد سراحتا از اسرائیل به خاطر انجام ندادن اقدامات کافی برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در غزه انتقاد کرد این در حالی است که دولت بایدن با فشار فزاینده برای مهار متحد نزدیک خود در جنگ با حماس مواجه است. به گزارش رویترز، هریس خواستار آتش بس فوری در غزه شد و از حماس خواست تا توافقی را برای آزادی اسرا در ازای توقف شش هفته ای درگیری ها بپذیرد. وی گفت مردم غزه از گرسنگی میمیرند. شرایط غیر انسانی است و انسانیت ما را مجبوره به اقدام می کند. او گفت اسرائیل باید برای افزایش قابل توجه جریان کمک ها تلاش بیشتری کند. هیچ بحانه وجود ندارد. هریس گفت که اسرائیل باید گزرگاه های مرزی جدیدی را باز کند. محدودیت های غیر ضروری را در ارسال کمک اعمال نکند. از پرسنل و کاروان های بشردوستانه در برابر تبدیل شدن به هدف محافظت کند و برای بازگرداندن خدمات اولیه و ارتقای نظم تلاش کند تا غذا آب و سوخت بیشتر به افرادی که به آنها نیاز دارند برسد. این تندترین انتقاد از سوی یکی از رهبران ارشد دولت ایالات متحده به اسرائیل در مورد شرایط غزه است. اظهارات او منعکس کننده ناامیدی شدید در داخل دولت ایالات متحده در مورد جنگ بود که به محبوبیت جو بایدن در میان رای دهندگان چپگرا آسیب رسانده است. ایالات متحده اولین کمک هوایی خود را در غزه در روز شنبه انجام داد و هریس قرار است روز دوشنبه با بنیگانس عضو کابینه جنگی اسرائیل در کاخ سفید دیدار کند جایی که انتظار می رود او پیام مستقیم مشابهی را ارائه کند. دامنه جنگ اوکراین و نحوه کمک آلمان به اوکراین با یک جنجال سیاسی روبرو شد. اکنون مشخص شده که افسران آلمانی در کمک به اوکراین نقش داشتند و علاوه بر این گفتگوهای محرمانه فرماندهان آلمانی در این زمینه در رسانه های روسی درس کرده است که دولت آلمان را با یک رسوایی اطلاعاتی مواجه ساخته است و سبب شده که اولاف شورس صدر آلمان گفت که باید این موضوع را بسیار جدی گرفت. روز شنبه شبکه تلویزیونی روسیه آرتی در کانال تلگرام خود یک مکالمه ی حدود سی دقیقه ای را منتشر کرده که در آن فرمانده ی نیروی هوایی آلمان ژنرال اینگو گرهارتس با چند افسر عالی رتبه تبادل نظر می کند. موضوع اصلی صحبت درباره احتمال کاربرد موشکهای آلمانی تاروس توسط اوکراین است طی گفتگو این پرسش مطرح می شود که آیا این موشکهای دوربرد توان ویران کردن پلی را که روسیه برای اتصال به شبه جزیره کریمه ساخته دارد یا خیر همچنین این سوال پیش می آید که آیا اوکراینی ها قادرند بدون کمک آلمانی ها این نوع موشک را شلیک کنند اکنون وزارت دفاع آلمان مکالمه محرمانه اعضای نیروی هوایی را تایید کرد اما نگفت که کدام کشور یا چه کسانی این مکالمه را ضبط کردند در این میان در طرف مقابل سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به افشای این مکالمات گفت طرحهای خطرناک ارتش آلمان معلوم شد در آلمان تحویل موشک های تاروس به اوکراین محل اختلاف است. اخیرا 382 نماینده پارلمان از مجموعه 668 نماینده خواستار تحویل تسلیحات دوربرد به اوکراین شدند اما اسمی از موشک تاروس نبردند اولاف شولتز هفته پیش گفت دادن این موشک ها مستلزم حضور افسران آلمانی در میدان نبرد است و آلمان نمیخواهد مانند بریتانیا در این جنگ حضور داشته باشد این موازه شولتز با انتقاد شدید بریتانیا روبرو شد در این میان بررسی های اطلاعاتی نشان می که مکالمات افسران آلمانی بدون روش کدگذاری شده انجام شده و ممکن است مکالمات محرمانه دیگری هم ضبط شده باشد که مجددا در رسانه های روسی افشا شود. واشنگتن پست در گزارشی به انتخابات مجلس شورای اسلامی رژیم جمهوری اسلامی پرداخته و این انتخابات را انتخاباتی کم رونق ارزیابی کرده است. واشنگتن پست می نویست مشارکت رای در انتخابات ایران به پایین سطح تاریخی خود رسید. بر اساس گزارش های غیر رسمی تنها حدود چهل درصد از رای روز جمعه در رایگیری شرکت کردند. رایگیری که مربوط به مجلس خبرگان و همین همینطور مجلس نمایندگان این کشور بوده است بایکوت مخالفان و نامیدی گسترده شرایطی را ایجاد کرده تا شرکت کنندگان از حضور در انتخابات نامید شوند این روزنامه می نویسد خامنه ای در آسانه رایگیری هفته گذشته گفته بود اگر انتخابات ضعیف باشد همه آسیب خواهند دید او گفت من کسی را متهم نمی کنم اما به همه یادآوری می کنم که باید از منظر منافع ملی به انتخابات نگاه کنیم با این همه به نظر می رسد این پیام کاملا تنین انداز نشد و حتی واکنش را به دنبال نداشته تعداد مشارکت کنندگان ممکن است کمترین میزان از زمان انقلاب 1979 و به قدرت رسیدن روح روحانیون باشد در تهران پای تخت ایران شاید کمتر از 11 درصد رأی داده باشند یس نامیدی از شرایط فلاکت بار اقتصادی خشم از سرکوب اعتراضات تاریخی سال گذشته در پی قتل حکومتی محسا امینی و همینطور رد صلاحیت شدن تعداد بیشماری از کاندیداها موجب بیرونقی انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران شده است مسعود دانشجوی 26 ساله میگوید که وقتی ما صدایی نداریم رأی دادن ارزشی ندارد واشنگتن پست در ادامه می نویسد خامنه ای و طرفدارانش عمیقا از این تاثیر بالقوه آگاه بودند برخی از نمایندگان کار مجلس حتی پیش از این از مردم خواسته بودند که نه تنها خود رأی دهند بلکه ده نفر از دوستان خود را برای رأی دادن همراه خود بیا داورن. در سوی دیگر حکومت تلاش کرد با برانگیختن شور و شوق و جشنهای عمومی بر رونق انتخابات بیفزاید رقصیدن با صدای بلند موسیقی و مراسمهای اینچنینی که در با محدودیتهایی همراه بوده است اما به نظر نمی رسد که هیچ کدام از این ترفندها رونق زیادی به انتخابات روحانیون در قدرت بدهد ایران هنوز از پیامدهای یک جنبش اعتراضی تاریخی که پس از قتل محسا امینی دو دختر 22 ساله در سپتامبر سال 2022 رخداد زخمی است. خبر قتل او باعث خیزش اجتماعی حیرت انگیزی شد. زنان روسری های خود را از سر برداشتند و سوزاندند. این تظاهرات با سرکوب رژیم مواجه شد. صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. بسیاری از فعالان و چهره های مدنی همچنان در زندان به سر میبرند. شروین حاجی پور، خواننده آهنگ معروف برایی که به آهنگ غیر رسمی جنبش اعتراضی ایران تبدیل شد هم در روز انتخابات اعلام کرده که او به اتهام تشویش مردم برای برهم زدن امنیت ملی به سه سال زندان محکوم شده است.